گیتی سیاه پوش مهین بانوی شماست، گیتی سیاه پوش مهین بانوی شماست. در سوگ او ترانه باران به چشم ماست، یک عمر سرفراز چنان سرو زنده بود، در مرگ نیز زنده تر از جمع زنده هاست. محمود در فراغش دریای گریه بود، که این لحظه وداع زهر لحظه جداست. دستش به سوی خالق و بر لب صلای دوست، دردی که می کشد به خدا درد بی دواست. بانوی ما که درد کشان سوی حق شتافت، آسوده در کنار عزیزان آشناست. با مهرداد همسفرش گرم گفتگوست، گیتی در این شبانه به مهمانی خداست. 50 سال پیش محمود و گیتی، دو جوان هر دو زیبا، عهد و پیمان عشق و مودت بستند، یار شدند و دو نیمه به هم پیوسته. زندگی اوج و بلندی ها را با آنها شناساند و سختی ها، و گیتی همیشه استوار در کنار محمود بود. در واقع محمود خان گیتی را خود می دانست، نه تجلی نه سایه، که خود خود، خیش خود. به هر سو که می نگریست او را می دید، او را سربلند و سرفراز می دید، مثل سرو، چنان که در این شعر به آن اشاره کرد. انسان‌ها زندگی خود را، حتی لحظه بعد را، تصور نمی کنند و نمی دانند. و گاه در گذر زندگی تجربه های گران چنان است که انگار خدا می خواهد آدم را آزمایش کند. آن همه خنده، آن همه شادی ناگهان به خاموشی مهرداد پر کشید و رفت. گیتی خانم ماند و انبانی از درد و غم، و محمود خان که باید از یک سو در خیش می گریست که سروش را از دست داده بود، و در کنار آن مراقب بود که گیتی خانم بماند و در کنارش باشد. سرانجام بعد از سالها گیتی خانم دیگر طاقت نیاورد، پر کشید و رفت. محمود خان ماند و هزار خاطره و یاد یار و نیمه‌ای که همیشه با او بود. وقتی روز شنبه خبردار شدم که گیتی بانو همسر عزیزمان آقای محمود خیامی دیگر نیست، حقا که حس کردم مادری را از دست دادم و مثل او میگریستم. چه باید گفت در این لحظات تلخی که انسان فکر میکند بعد از 50 سال دیگر او نیست، حالا بی او شده ای. بچه ها هستند، یاران هستند، دوستان هستند، اما او کجاست؟ آن گیتی که از آن لحظه ای که بله گفت و به خانه محمود خان آمد، همگاه جزئی از او بود و با او. از سوی خودم و همه یاران و همکاران ایران فردا سوگ بانوی نازنین گیتی خیامی را به آقای محمود خیامی، به علیداد، به دخترشون، به دامادهاشون، به خانوادهشون، به خواهران عزیزش، به همه از صمیم دل تسلیت میگویم. علیرضا نوری‌زاده، 14 اکتبر، عجیبه، 22 ماه مهر به شما سلام میکنه. بله، امروز روز بعدی بود. من این دو سه روزه همش با یاد و در اندیشه محمود خان بوده. نازنینی که هر چراغ فرهنگی که افروخته شد در این سالها کبریت کشش او بود. خب حالا بعد از این خبر، بعد سراغ چی؟ یه خبر دیگه هم دارم. آذر پژوهش
بانوی صدا اسم باید برش بذارم، این صدای نازنین در یاد ماندنی، پدر خواندش رو از دست داد، آقای درخشانی که همشهری ما هم بود در همین لندن و متاسفم برای او، برای مادر نازنینش که همه این سالها با آقای درخشانی، اونها هم دو روح در واقع یک روح در دو قالب بودند و دو نیمه‌ای که به هم پیوسته بودند. به آذر نازنین، فرزندانش، مادرش و خانواده‌شون هم تسلیت می‌گویم. یه خبری دیدم در میان اخبار که خیلی، چون به یه نوعی بنده شدم متخصص سعید امامی شناسی و قطعه‌های زنجیره‌ای، آقای فلاحیان گفت معرفت و مروت رو تمام کرد. در وصف آقای سعید امامی ایشون گفتن که بله، در برنامه تلویزیونی شناسنامه روز پنجشنبه گفت سعید امامی در زمان ما مدیر موفق و خوبی بود، اما در بعدها و در شرایطی که دیگر در وزارت اطلاعات مسئولیتی نداشت متهم شد که در پرونده قطعه‌های زنجیره‌ای دست دارد. این موضوع حادثه‌ای بود که یک سال و نیم بعد از خروج من از وزارت اتفاق افتاد و موجب تغییر وزیر اطلاعات شد. اینجا میخواد بگه بعد از خروج من، در حالی که پرونده قتل‌های زنجیره‌ای تماما فلاحیان بود، تمام طرحش رو او نوشته بود، حتی تصویب نامه‌ای که سعید امامی داد توسط او انجام گرفت، قربان علی دوری نجف آبادی ملقب به ماسبند، ایشون اومد بقیه طرح رو اجرا بکنه، چون فلاحیان به در انداختن نویسندگان و شاعران رو نتونست انجام بده، بعد قربان علی دوری آمد انفجار منزل سیمین بانو رو نتونست انجام بده و بعد دستور قتل ها رو صادر کرد. و خیلی جالبه، فلاحیان در دفاع از این جنایت میگوید که بله، میگوید چیزی که باعث شد این آدم ها دست به این اعمال بزنن اینه که در مطبوعات به خاطر آزادیایی که پدید اومد زیاده روی هایی میکردن علیه اسلام و دین، طوری بود که عده‌ای نتوانستن آن را تحمل کنن و با انجام حرکاتی میخواستن جلوی این رو بگیرن، با جنایت سر بریدن، سر فروهرها رو بریدن، مختاری و شریف و و و و و, و همشون اینا جلوی حرکات ضد اسلام رو گرفتن، یعنی اسلامی که فلاحیان معرفش هست طبیعتا باید هم با این اسلام مبارزه کرد، اسلامی که جنایتکاری مثل او میشه عضو مجلس خبرگانش و لقب حجت الاسلام داره، خب با این اسلام باید مبارزه کرد، با اسلام امامزاده بیژن، فلاحیان، با این اسلام باید مبارزه کرد. بعد میگه تاثیر این اتفاق روی دستگاه وزارت اطلاعات خیلی بد بود، چون این کار چیزی بود که سیستم اطلاعاتی ما چنین کار را انجام نمیداد. آقای حاجی زاده رو، شاعر رو، با بچه 7 سالش وقتی چاقو زدند و کشتن، سیستم اطلاعاتی انجام نداد. گردن زنده‌یاد شاپور بختیار رو بریدن، سروش کتیبه رو کشتن، زنده‌یاد دکتر عبدالرحمن قاسملو، کاک عبدالله قادری، دکتر شرفکندی، اردلان، عبدالی، دونه دونه اسم بیارم دیگه، دکتر مظلومان، سیروس الهی، اینا هیچ کدوم، یعنی اینا همه وزارت اطلاعات انجام نمیده. اصلا اهلی بچه های خوبی هن. با دوستی و با مهر و محبت بازجویی میکنن، زیر شکنجه آدم نمیکشن، برای رضایت فاطمه زهرا از پنجره دانشجو رو پایین نمیدازن، هیچ کدوم اینا نمیکنن. بله، این اتفاق توسط کسانی که در اطلاعات کار میکردن باعث شد ضربه مهیبی به دستگاه اطلاعاتی کشور وارد شود. آنها این تحلیل را داشتن که افرادی که علیه دین، خدا و پیغمبر صحبت کردن مرتد هستند. خب، و خودسرانه بدون اینکه دستگاه قضایی تصمیم بگیرد وارد عمل شد. این یه دروغ بزرگه. بنده در این کتابای قتل‌های زنجیره‌ای نوشتم و قبلا هم بهتون گفتم تمام این قتل‌ها رو با یه زمین سازی انجام میدادن. مثلا کیهان مأمور میشد یه خبری مینوشت، حزب 3 نفره ملت ایران که در فولکس واگن مثلا جا میگیره، رهبر یا سرورش مثلا هرچی زندیات فروهر، در مجلس خصوصی اسمت فاطمه زهرا رو انکار کرد. اینو کیهان مینوشت، روزنامه سارالله مینوشت،
یا لسارات الحسین می نوشت، اینا می نوشتن. بعد اینو برمی داشتن می بردن قم پیش آیت الله خوشوقت. قربان، حکم شرع در مورد آدمی که عصمت فاطمه زهرا رو انکار کرده چیه؟ قصاص گردن زده بشه. همون چه قربان اینو مرقوم بفرمایید، می نوشتن. این حکم رو می دادن دست دوتا مأمور، برین اجرا کنید. تمام رو با اینجوری کردن. من دیدم مثلا حکمایی که برای پوینده گرفته بودن، برای مختاری گرفته بودن، تماما اینها حرفایی زدن که عصمت رو انکار کردن، عصمت ولایت رو انکار کردن، به امام حسن اسناد بد بستن، به امام علی النقی مثلا اسناد بد بستن. اینا رو هم داشتن میبردن پیش یکی از این ابوالارتجاعای قوم، یکی از این دایناسورها، و اینو بهش میدن، اونم یه حکم صادر میکرد، حکم قتل انسان رو. اینها رو فلاحیان باب کرد، تمام زمان فلاحیان بود. آقای فلاحیان چه توجیهی برای قتل خانم فاطمه قائم مقامی داره که چند سال به عنوان معشوق مورد استفاده ایشون بود؟ اینا رو باید توضیح بدن. و متاسفانه آقای خامنه ای فلاحیان رو نه تنها در مجلس خبرگان گذاشته، بلکه جزء مشاورانشون هم هستن. آقای حسین الله کرم گفتن که هدف طراحان رابطه با آمریکا ایجاد نافرمانی مدنی است. این بیمارای روانی رو باید ببرید تیمارستان. هدف برقراری رابطه با آمریکا نافرمانی مدنی است. بله، ایشون گفتن گروهی سعی میکنن که با هدف افزایش مطالبات مردم به برقراری رابطه دو کشور دامن بزنن و تلاش میکنن که مردم رو به این سمت سوق دهن که رابطه با آمریکا پایان مشکلات است. آره بابا جان، آره، رابطه با آمریکا پایان خیلی از مشکلات است. البته مشکل اصلی وجود رژیم ولایت فقیه، ولی حداقل رابطه با آمریکا یه مقدار باعث میشه که فضا آرامتر بشه. متأ بیمارانی مثل احمد خاتمی بعد این باور است که آمریکا برای ایران مار بود، حالا افعی شد. بعدم پرچم آمریکا روز جمعه آتیش میزنن. این کار زشت، این کاری که از اخلاق و طبیعت ایرانی دوره و اسباب تأسف میشه. فردا طبیعتا اینا مثل همیشه میخوان براحت از مشرکین را بندازن. تا امسال سعودی ها خیلی تند و تیز جلو این کاری گفتن. هر سال هم سالای دیگه هم اینجوری نبود. تو چادراشون تو منا فقط اجازه میدادن 2300 نفر برن اونجا مرگ بر آمریکا بکشن. امسال سعودی ها 25% تعداد حاجی ها رو کم کردن به خاطر تعمیراتی که دارن اونجا میکنن. از حاجی های داخل خودشون هم 50% کم کردن. بنابراین تعداد کمتره. هر سال 3.5 میلیون، 4 میلیون، امسال 2 میلیونه. دلنچه کنترل بیشتره. و آقای قاضی اسکر رئیس بعثه حج و نماینده مقام معظم رهبری هم سعی کرده با آقای احدی که رئیس جدید سازمان حج و زیارته، سعی کردن با دوستانه در واقع خیلی محیط آرامی درست بکنن. امسال سعودی ها نگران اخوان مسلمین هن. اونا بیشتر دنبال راه انداختن تظاهرات بودن و تظاهرات علیه مصر و قرص و محکم جلوی اونا هم ایستادن، بهشون اخطار کردن. چند تا از مشایخ الاصغر اعلام کردن هر گونه کار سیاسی در حج علیه فلسفه حج هست و باید اون فردی رو که دست به این کار میزنه بلافاصله به کشورش بازگردوندن. یه تعداد زیادی حاجی ایرانی رو هم دیدم که گفتن با ویزای تقلبی وارد شدن برشون گردوندن. اینم جالب بود. حالا قصه ویزای تقلبی هم اینه، اینا اغلب میرن در یک کشور دیگری، میرن یه کاروان حجی، اون کاروان حج به عنوان سهمیه اون کشور برای اینا ویزا میگیره. سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رفت، چون اینا پول میبرن از این قضیه، نمیخوان بذارن از جاهای دیگه کسی بره، سخت جلوشو میگیرن و روی همون سهمیه بندی و بدبختی که 15 سال 20 سال پول حجش رو داده که از بحرین حداقل آقای مهاجرانی یه کار خوب میکرد، دکتر مهاجرانی کتاب میخرید، به سینماگرا پول میداد، اما الان بهرش خرج عتینا میشه. آقازاده آقای صدرالدین شریعتی که دانشگاه علامه بود و بیرونش کردن، آقازاده شون با بورس وزارت علوم 7-8 سال داره ماه 5-6000 دلار میگیره، یللی تللی میکنه در خارج از همین پولایی که مال سود شماست. دوشنبه بود، من نباید اینقدر حرف می زدم. دوشنبه یک بار ما
یه میهمان عزیز داریم آقای دکتر فرابخش، دکتر منوچهر فرابخش، کارشناس اقتصادیمون که سالهاست ما از قلم ایشون در الموجز و سایت خلیج فارس بهره میبریم. درود به شما آقای دکتر. بالاخره بار دوباره سلام به شما، درود به همه بینندگان شما. آقای دکتر تو این چند روزه در واقع در این دو هفته که بنده خدمت شما نرسیدم خیلی اتفاق افتاد. صحبت اصلا حذف یارانه هاست چیه داستان؟ یعنی واقعا چنین اتفاق افتاد؟ مشکلات ابعاد گرفتاری‌ها بزرگتر از اونه که تصور میشد و با این مقدمه‌ای که آقای سخنگوی دولت مطرح کردن گویا که قرار بر اینه به طور کلی رایانه حذف بشه. یارانه شما هم گفتید رایانه مثل آیه آیت الله. دقیقا بله. یارانه حذف بشه و شوخی نیست، همین ماه که امروز قراره که به حساب یارانه پرداخت بشه 1000 میلیارد تومان لازمه و دولت نداره. در 6 ماه آینده میگه 6000 میلیارد تومان و این پولیه که معلوم نیست از کجا باید تهیه بشه. فروش نفت که عملی نیست، چاپ اسکناس که غیر ممکنه، جا نداره دیگه، جا نداره. فروش دلار قیمت‌ها رو میبره بالا و این واقعا یک علامت سوال بزرگ در مقابل این تیم اقتصادی قوی آقای روحانی که واقعا نظر تخصص قوی‌اند. مشکلیه که حلش، یعنی حلش با منطق عملی نیست، پول لازمه. و حالا اگه بردارن چی میشه اون وقت؟ حالا ببینید خود یارانه علل اصول یه قدم مثبته که باید این انجام میشد به هر حال. حالا در اجرا آقای احمدی نژاد اشتباهات زیادی کرده و اصلا در یه فاز دیگه حرکت میکرده، این اشتباهات رو با صندوق خالی دولت شما بخواین برطرف کنین این غیر ممکنه. بنابراین هر چی اینا با به قوانین اقتصادی رو بیارن و به تدابیر رو 10 بارم بخونن اجراش پول لازم داره و تولید پول فعلا برای دولت مشکل شده. الان مشکل دیگه ای که دولت داره مشکل بودجه سال آینده است. یعنی این عجله ای که اینا دارن برای رسیدن به یک تفاهمی با آمریکا به اعتقاد من اینه که تکلیف بودجه سال آینده رو روشن بشه. در واقع یه ضرورت قضیه. 70% از بودجه باید از درآمد نفت تامین بشه. خب این وقتی که نفت نتونن بفروشن حقوق کارمندای دولت میمونه. حالا پروژه های عمرانی و غیره به جای خود پرداخت حقوق ماهانه کارمندا لنگه، اون مشکل ایجاد میکنه. و خب این مسائلیه که به اعتقاد من این که 3% هم در سال آینده ما رشد اقتصادی، اینا همه شعره، اینا همه فقط دلخوش کنه که عملا اقتصاد ما کلپس کرده است. من همین آقای دکتر توی تحلیل هم همیشه میگفتم شاید آقای خامنه ای دلش نخواد با آمریکا بشینه بعد از 34 سال ناصدا، گفتم ولی مجبوره، چاره ای ندارن. یعنی به اون نقطه رسیدن دیگه. اصلا وصل کردن مسائل مالی یک کشور به یک کار سیاسی غلطه. مسائل اقتصادی مالی راه خودشو داره، تدابیر خودشو داره، مسائل سیاسی هم راهچای خودشو داره. این دوتا چنان در هم تنیده شدن که حالا آقای تمام سته یا آقای روحانی که اینا رو اصلا سوا کنه. در واقع برای اولین بار پس از 34 سال حکومت اسلامی ایران به این نتیجه رسید که با اقتصادم محلی از اعرابه. تا به حال اقتصاد مطرح نبود. بذارید آقای دکتر نوریزاده من یه مطلب دیگر اینجا شاید بیان کنم موضوع روشن‌تر بشه. ببینید یه جامعه از اقشار مختلف تشکیل شده. فرض بفرمایید قشر کارگر، چند میلیون قشر کارگرن، چند میلیون قشر کشاورزن، چند میلیون قشر کارمندن، پیشورن، تاجرن، تولید. اینا اقشار مختلف هستن که جمعیت یک کشور در درون اینا جا گرفت. بعد این اقشار مجموعه فعالیتشون تولید ملی رو تشکیل میده. در میون این جمعیت یه قشر که در تولید ملی نقش نداره و اون قشر روحانیت.
روحانیت مطلقا در تولید ملی یک کشور نقش نه. حالا رفتی به روحانیت شیعه نداره، به طور کلی درباره روحانیت صحبت کنیم. در واقع روحانیت بهشت میفروشه، حالا چه روحانیت شیعه باشه، چه مسیحی باشه، چه بودایی، اینا بهشت میفروشن. در میگن اگه مردی اگه بله. تو این دنیا خوب عمل بکنی، پول خوب خرج کنی، در راه خیر خرج کنی، اونجا جاد امن. خب ولی پولو میگیرن. حالا این جماعت که اصلا با اقتصاد سر و کاری ندارن و در واقع زندگی انگلی دارن، یعنی نه فقط شیعه، من به طور کلی جمع روحانیت زندگی انگلی دارن. یعنی شما اگر تمام این قشر روحانی رو جمع کنی و برین کیش بزنیشون اونجا قضا و شر و قضا همشون هیچ اتفاقی در، ولی هیچ قشر دیگری شما نمیتونی این کارو باش بکنی. حالا ما ملت فرهیخته ایران اومدیم اقتصادمون رو دادیم دست این قشری که مطلقا نمیدونه اقتصاد یعنی چی، اصلا علاقه به اقتصاد نداره. خب این من نمیدونم ما چجوری فکر میکردیم، کجای کار بودیم، چرا این کار کردیم. من واقعا هرچی فکر میکنم اصلا به جایی نمیرسه، ولی برای این کار شده. حالا الان پس از 34 سال این تیم آقای روحانی که فکر میکنم نسل دوم، یعنی در واقع نسل دوم هستن، آهسته آهسته دارن حکومت اسلامی رو به طرف این که آقا اقتصاد حرف اول رو باید بزنه، نه سیاست، نه ایدئولوژی، نه نماز و روزه، اینه که باید صبح تا شب شکم مردم سیر بشه بتونن کار کنن. به هر حال این مسئله الان بله، همین حرفی که شما میزنی من اینجا دو سه دفعه گفتم، این حرف مرحوم کسرویه که اگر رفتگرا اعتصاب بکنن شهر رو گند بر میداره، اگر پزشکا اعتصاب بکنن مریضا میمیرن، اگر پرستارا بکنن همین دونه دونه، اما یه روز آخونده اعتصاب کنن چقدر جامعه آرومه، ساده، هیچ ضرری به کس نمیخوره، هم شاد و خوشحال از اینکه آخون نیست، نشسته سکوت کرده. انشالله میرسیم به اون روز که آخون جایگاه خودشو بدونه. بله. خوشبختانه چون این آقایون اقتصاد دونای دو اطراف آقای روحانی متوجه مسئله هستن، یعنی از صحبتاش و مصاحبه هاشون آدم میخونه میبینه که یه مقداری دارن در مسیر درست قدم برمیدارن. درست قدم برمیدارن. خب آقای دکتر اجازه بدید ما یه درنگ کوتاهی بکنیم، بازگردیم و بریم دنباله کلی سوالایی که داریم برای شما. با ما باشید. کلاس هفتم بودم، هدف شماره 4، روزی 5 تومن هم پول تو جیبی داشت که الان من بیاد 5 تومنش پول اتوبوس میشد و اینا، بقیهش پول نهار. یه فیلمی اومد به نام طلای سفید، پوران، فردین و مارکو گریگوریان که بعدا دوست عزیز من شد، نقاش ناسنی، روح شاد و روح فردین و پوران هست. رفتم این فیلم رو دیدم، یک دل نه صد دل عاشق پوران شدم. بچه 12 ساله فیلم پوران ده عاشقش شده دیگه، با خیال پوران، فکر پوران شعر می نوشتم، مطلب یادداشت ادبی تو اون کتابش هم اینا بمانم. سالها گذشت، یه روز خونه همایون بودم، همایون توپولی، همایون نازنین هنرپیشه که بسیار دوستش داشتم و دارم، سلام می کنم از راه دور و بعد از سالها. خانم پوران از در آمد با دوست نازنینم روشنزاده. بعد همایون به پوران گفت میدونی این جوون عاشق تو بوده؟ و داستانو براش گفت. نازنین پوران اینقدر خندید و گفتم بله، اون سالها فیلم شما رو من 22 بار دیدم، 22 روز نهار نخوردم و فیلم شما رو دید. پوران رو پخش کردم برای اینکه گیتی خانم هم خیلی دوستش داشت و همینطور محمود خان خیامی عزیز، به روح او تقدیم کردم. آقای دکتر
شما هم پوران رو دوست داشتید حتما. تصنیف خان بهتر از او به نظر من نیامده هنوز، یعنی هر کدوم جای خودشون رو دارن، مرضیه، دلکش، پروین، هر کدوم، یاسمن، الهه بانوی نازنین، ولی پوران در تصنیف خانی بی نظیر بود. از آقای پازوکی شنیدم و از یکی دو نفر دیگه که وقتی ترانه رو به پوران میدادن نوبت دوم ضبط میکرد. هایدم همینطور بود، یعنی اینا واقعا یه قابلیت های عجیبی داشتن. خب برگردیم سر موضوع اقتصادی، زیاد نریم توی ادبیات و شعر و فرهنگ و غیره. آقای دکتر، ما الان با یه مشکل اساسی روبرو هستیم، مسئله کسر بودجه است. دولتی روی کار آمده، با گندکاری های دولت قبلی روبروست، یه چاه بزرگ و این طرف هم خالی. حالا اینو میخوان چی کار کنن کسر بودجه رو؟ حالا کسر بودجه هم که هی بهش اضافه میشه، یعنی اگر در همین حد باقی میموند باز خب شاید یه راهی براش، ولی هر قد به جلو میرن درآمد نمیاد، هزینه ها افزایش پیدا میکنه به علت افزایش قیمت ها، و به هر حال این کسر بودجه یک چاه ویل بزرگیه که در دستگاه دولت در حال حاضر وجود داره و پر کردنش هم مگر اینکه تا اونجا که میتونن صرفه جویی کنن. کجاها میشه صرفه جویی کرد؟ آخه صرفه جویی هم مشکل داره. ببینید الان تورم هست 42%. بله. 5 ماه دیگه باید حقوق کارمندا ترمیم بشه. خب 42% بودجه رو، 42% تورم رو چه مقدار به حقوق کارمند اضافه کنن؟ 42% آخه 20% و 25% که جواب نمیده. حالا دولت میتونه بیا 40% به کارمند پولش اضافه کنه؟ اصلا مملکت منفجر میشه. یعنی واقعا گیر دولت. خب آیا این تشکیلاتی که مثل نمیدونم سازمان تبلیغات و این همه اینا باید تعطیل شد؟ اینا باید تعطیل بشه؟ این بودجه علکی دارن تعطیل میکنن. یعنی انقدر آقای احمدی نژاد از این سازمان های مجازی و قلابی و به خاطر دوستی و فامیل اینا دو تشکیل داده به انواع و در انواع، آقای رسایی، آقای حسینیان، هم کی اینا همه همه بودجه دارن از دولت. خب اینا همه، البته همه هم که قطع بکنن باز رقمی نخواهد شد به اون مقدار که بتونه این چاه ویل کسری بودجه رو کنه. نگاه میکردم در ماه رمضان یک سمیناری در واقع یا یک دوره‌ای گذاشتن راجع به سازمان تبلیغات و تبلیغات و 85,000 آخوند تو شرکت کرده که اینا مبلغان این سازمان ها هستن. خب این 85,000 نفر آقای دکتر حقوق دارن، بله طبیعی خارج میفرستنشون، عرض بل میدن بهشون. آقای احمدی نژاد اومده در اون کنفرانس گفته دولت من برخلاف این حرفایی که میزنن صدها میلیون دلار پول به شماها داده. خب اینا پولای مملکت بوده در اون دوره که ما 100 میلیارد صادرات نفت داشتیم. بله. خب من هنوز باز موندم، بالاخره شما میگید چی کار میکنن آقای دکتر؟ ببینید تا اونجایی که اولا شاید کار به اونجا برسید که اینا مجبور بشن که اوراق مشارکت چاپ بکنن، برن توی یه سری، میتونید اگر ملت با اینا همکاری بکنن، ملت هنوز اعتمادی به دولت واقعا نداره، اگر ملت همکاری بکنن. آقا زمان دکتر مصدق انگشتر و ساعت و هرچی طلا ملا بود ملت به خاطر صنعت نفت اعتقاد داشت قبول داشت حرف دکتر مصدقو. الان آقای روحانی رو درست به به چهچه براش میکنن، ولی ملت اجبارا قبولش کرده، این خواسته واقعی ملت نیست. بنابراین انتظار و توقع همکاری از ملت خیلی سخته. بخش خصوصی وضعش چیه؟ بخش خصوصی داغونه. داغونه. امروز من یک مصاحبه رو میخوندم مال شرکت بوتان، بله، آقای خلیلی. این آقای خلیلی یکی از شریفترین و متخصصترین مهندسین ایرانه. یعنی بوتان، من بوتان چون آشنایی باشون دارم، بوتان گاز واقعا یک مؤسسه سالم، پاک و خوشکار و در همه خونه ها آثار آقای بوتان هست. ایشون اومده در یه مصاحبه زار زار گریه داره میکنه پلوی خبرنگار، میگه من در سن 80 و چند سالگی این دستگاهی که مثل بچه خودم بزرگش کردم باید تعطیلش کنم،
700-800 نفر کارگر باید برسن برن خونه هاشون، کارگرایی که با من پیر شدن، با هم زندگی کردیم. خب اینا با خانواده هاشون چند هزار نفر، خب داره بسته میشه. یعنی وقتی خلیلی با اون قدرت، با اون امکانات کارش به اینجا برسه، در مقابلش با خبر دیگه ای من خوندم، آقای عسکر اولادی، اسدالله عسکر، 9 میلیارد دلار ثروت ایشون که در مالزی به ایشون جایزه مرد گوهری، نمیدونم اسلام، گوهر اسلام، یه همچین اسمی هم براش گذاشتن. به هر حال این اعتقاد من، مشکل میبینم که دولت بتونه حساب سازی میتونن بکنن، ولی اینکه بتونه به طور واقعی کسری بودجه حل بکنه در شرایط برداشتن تحریم ها هم زمان میبره، اونم به این صورت. خب ببینید وقتی که اعتبار پیدا میکنه، الان چون اعتبار ندارن، تهیه پول براشون مشکله. اون موقع اعتبار پیدا میکنن، خرید نسیهی میکنن، راه های بانکی باز میشه، میدونین یه سری دست و بالشون، به قول بازاری ها دست و بالشون باز میشه، ولی الان بسته است، الان هیچ حرکتی. دست و بال باز شدنم دکتر منوط به اینه که اینا دست از این بازی سیاسیشون بردارن، دست از این ماجراجویی ها بردارن، لبنان، نمیدونم سوریه، فلان. بعد این ببینید آقای دکتر نوری‌زاده، پرونده گذشته جمهوری اسلامی بسته شده، دیگه نمیتونن بازش کنن. یعنی اگر این کار آقای روحانی که به اعتقاد من قدم به قدم باید این لیبرالیزه تر بشه، اگر این حرکت رو بخوان جلوشو بگیرند و نذارن، در هر حالت چه جلوشو بگیرن چه باز بذارن، جمهوری اسلامی به گذشتهش نمیتونه برگرده. یعنی یک فاز جدیدی در جمهوری اسلامی آغاز شده. حالا به چه ترتیب، در چه، تا کجا میتونه بره، چه جور، آیا گروه های مخالف میتونن جلوشو بگیرن، نمیتونن، این سیر راه افتاده. و نجات مملکت هم در اینه، در راه چاره دیگه ای نیست. خب حالا یه دو موضوع اصلی هم وجود داره، اون یکی رکود اقتصادی، یکی تورمه. این دو مسئله رو چجوری باش برخورد باید بکنه؟ باز برمیگرده به درآمد و به، ببینید این از اون گرفتاری های خاص اقتصادی که شاید 50 سال یک بار در یک کشور رخ بده، که در یک کشوری که با یک چنین درآمد عظیمی، با یک چنین نیروی کار آماده ای، بتونه برسه به 42% تورم و در عین حال رکود اقتصادی با منهای 4.5% منفی رشد اقتصادی. خب این راه براش واقعا از نظر فرمول های اقتصادی شما نمیتونید راهی براش پیدا بکنید، مگر اینکه یک برنامه‌ریزی دراز مدتی انجام بشه. اونم امکان نداره شما در سیستم موجود نظام اقتصادی حکومت اسلامی بتونین تورمتون یک رقمی کنید، این محاله. تورم فوقش خیلی که حدت کنه میرسونیش به 20%، 17-18%، ولی همیشه شما با تورم زندگی کنید، چون ساختار اقتصادی مملکت به هم ریخته است. ساختار اقتصادی گذشته رو اینا کنفیکونش کردن، هیچی هم جایگزینش نکردن، اینا فقط با پول و باری به هر جهت دارن قضیه رو تا حالا بردن جلو. خب من همینجا برمیگردم به این نکته خوبی شما گفتید که چرا ما در گذشته با این گرفتاری روبرو نبودیم، خیلی هم درآمد نفتمون کمتر بود، حالا جمعیت هم کمتر بود، ولی این همه کارهای عمرانی و اقتصادی و توسعه صنعتی و غیره میشه، چی بود قصه؟ ببینید رژیم گذشته هدفمند بود، میدونست باید چی کار بکنه. این خیلی مهمه شما بدونید که چه برنامه ریزی برای مملکت دارید. دوم اینکه شاه به طور وحشتناکی منافع ملی رو روش حساسیت داشت، یعنی تمام هم و غمش این بود که منافع ملی کشور حفظ بشه. خب این دو مورد در حکومت اسلامی اصلا بهش توجه نمیشه. ببینید در سال 1340 که برنامه توسعه سوم شروع میشه، ما یه برنامه توسعه دوم داشتیم 7 ساله، 1334 شروع شد تا 1340. در این برنامه یک پیشرفت های کلی صورت گرفت در بخش کشاورزی، در بخش راه و ساختمان، این یک کارهایی شد.
ولی در سال 1340 که برنامه سوم توسعه به اجرا گذاشته شد، دو کار عظیم اتفاق افتاد که در واقع به اعتقاد من ما در تاریخ 2500 سالمون دو مرحله انقلاب داشتیم. یکی 1304 بود که رضا شاه اومد سر کار، یکی 1340 بود. انقلابی که در 1340 در ایران شد و ما اصلا بهش توجه نکردیم، بهش هم بها ندادیم، عظیمترین انقلابی بوده که در تاریخ ما رخ داد. حالا چرا؟ در 1340 برنامه توسعه رو میبرن پلوی شاه، 5 ساله رو شاه نگاه میکنه، زیادم نمیپسنده، با تغییراتی که میدن هدف قرار میگیره که کشور باید صنعتی بشه. این اولی قدمی بودش که در راه انقلاب سفید در ایران برداشته شد. در همون سال شاه برنامه انقلاب سفید خودش رو 6 ماده اولش رو اعلام میکنه. در اونجا چی اعلام میکنه؟ نظام ارباب رعیتی باید ملغا بشه. پس بنابراین در سال 1340 دو حرکت ساختاری در مملکت ایجاد میشه، هم در بخش کشاورزی هم در بخش صنعت. 5 سال میگذره و شما نگاه میکنید در هر دو مورد شما میبینید رشد مثبت میبینید. درست ما از نظر کشاورزی مقدارید عقب رفتیم است، ولی مسیری که شما نگاه میکردید مسیر توسعه بود و در صنعت ما واقعا پیشرفت کردیم. برنامه چهارم که میاد هم یعنی از 45 به بعد، از 45 تا 50 که اون دیگه سالهای درخشان ملت ایران. در سال موفقیت در برنامه سوم باعث میشه که کارشناسا قدرت و شهامت بیشتری واقعا پیدا کنن. شاه هم تشویقشون میکرد و در برنامه ما برنامه سوم فکر میکنم دلاری که برای برنامه سوم تخصیص دادن حدود 6.5 میلیارد دلار کل برنامه سوم برای خریدهای ارزی. در برنامه چهارم میشد 10 میلیارد دلار. با 10 میلیارد دلار برنامه ارزی تمام صنایع کشور پایه‌گذاری شد. حالا با نکته حساس آقا ما چه کردیم به خودمون؟ خدا آقای دکتر، نکته اساسی تر در اینجاست، این انتقال، این تعیین خط صنعتی که ما بریم به صنعتی بشیم، یک دگرگونی در بخش تجارت ما ایجاد کرد. تجارت ما تا اون زمان تجارت تجاری سنتی بود. یعنی ما یه مش تاجر داشتیم، بازار بودن، خشکبار صادر میکردن، جنس وارد میکردن، ما روی صنعت که کار نمیکردیم. این اقتصاد مملکت ما دست بازار بود و دست تجار سنتی. وقتی برنامه صنعتی شدن کشور پیش میاد، تسهیلات ایجاد میشه، بانک صنایع باز میشه، بانک توسعه صنعتی باز میشه، تسهیل سایر بانک ها تسهیلات میدن. خب اینا شروع میکنه انتقال پیدا میکنه از بخش تجاری سنتی به بخش صنعت. ایروانی ها میان، هاش برخوردار ها میان، خسروشاهی ها میان، خیامی ها اینا همه از بخش تجاری سنتی میان به بخش صنعت. سرمایه بخش تجاری چک جی بشه. وقتی شما مایی تو صنعت پیچ میشه سرمایه به زمین. بله دکتر شما خیلی بله. وقتی شما صنعت رو میذاریم سر سرمایه شما، ثروتتون پیش میشه به زمین. یعنی شما گرفتاری پیدا میکنید، حساسیت و مسئولیت پیدا میکنید نسبت به کارتون. تاجر حساسیت نداره، چه دستشه که چی بشه، امروز اینجاست، فردا مالزیه، پس فردا لندنه. ولی اون سرمایه‌گذار صنعتی باید بیاره دوباره بذاره کارش رو دنگ، باید بذاره قرض کنه، قبوله کنه، کار رو راه بندازه. بنابراین این حرکت انجام شد. بنابراین این بخش تجاری ما به صورت ایزوله باقی، اون تجاری سنتی که موندن. این صنعت ما رشد کرد، شد 1350 تا 55 رشد بی در 50 تا 55. اون نطق معروف شاه که چشما بیا دیگه نم بستشون است و نوبت بهرا، اون نطق معروفی که شاه کرد که
درآمد نفت من فکر میکنم برای برنامه پنجم 30 میلیارد دلار در نظر گرفته بودن که دیگه اوج کار بود. شاه این 30 میلیارد کرد 100 میلیارد. اینجا بود که دیگه کشش نداشت اقتصادمون. یعنی این هر اینقدر شاه عجله داشت در پیشرفت کشور، چون لابد میدونست داره میمیره، زمان نداره. به هر حال دیگه همه چی رو گذاشت به ریسک دیگه که این مملکت رو برسونه. به هر حال گفته بود خودش هم تو نطقش هم میگه دیگه، میگه من باید به ایران به جز 20 کشور صنعتی جهان میرسوندم. این خب وصیتش بود، هدفش بود، برنامهش بود. و به هر حال اتفاقی که افتاد، حالا انقلاب میشه، اولین کاری که میشه انقلابیون میان صنعت مملکت رو خراب میکنن. اون سنتی ها برمیگردن، سنتی ها رو میارن. خودت الان قبلا من عرض کردم خدمتتون، خود روحانیت که نمیدونست اقتصاد چیه، بعد یکی رو میآورد که اقتصاد سرش بشه. نزدیکترین آدمایی که بهشون بودن مؤتلفه ها و امثال ها بودن. تمام صنعت کشور نابود شد، از جمله صنعت نفت. ببینید در مورد صنعت نفت کشور، ما دومی شرکت نفت جهان بودیم و برنامه‌ای که شاه داشت برای ایجاد ده ها پالایشگاه در جهان، در هند، در آفریقای جنوبی، در سنگال، تولید به مصرف، حتی در آلمان میخواست با آرال شریک بشه و در اونجا پمپ بنزین بزنن. حرفش هم درست بود، میگفت سرمایه ها رو راکت نگه نداریم، سرمایه رو ببریم بیرون از کشور، از سود سرمایه کارا رو سازمان بدیم. به هر حال این مشکلات اتفاق افتاد و هیچ نوعی شما نمیتونین این سیستم رو با سیستم زمان شاه که هدفمند بود، هدف صنعتی شدن کشور بود و هدف تبدیل شدن به یک کشور پیشرفته بود، در جمهوری اسلامی هدفی وجود نداره. هدف چاپیدنه در جمهوری اسلامی، فقط روزمره زندگی کردن. بله، آقای خمینی من یادمه اقتصاد رو چطکه میدونست، پیش خودش میگفت این 100 تومن رو داریم 98 تومن خرج میکنیم، 2 تومن هم میذاریم کنار. چطکه ای بود، یعنی همون برگشت به بازار و سنت. حالا دکتر فرابش، یه تیم قوی اقتصادی اومده، شما میگی الان آدم های نسبتا موجهی هم توشونه، آیا اینا حالا قابلیت شو اگه داشته باشن فضای کشور و حکومت و نظام به اینا اجازه میده اینا کار بکنن؟ ببینید ملت الان داره در حال انتظاره، داره نگاه میکنه. آقای روحانی هم گفته 100 روز به من وقت بدید، من 100 روزه میام بیلان کار 100 روزه رو میدم، میگم که مملکت در چه. امیدوارم که آقای روحانی درست راستشو بگه، سانسور نکنه، واقعا واقعیت باید واقعیت رو یه روز به ملت گفت، بگن که آقای 700 میلیارد چی شده، بگن چه اتفاقاتی افتاده، اینا رو همه رو به ملت توضیح بده و بعدم بیاد بگه ما الان فرض 50% بودجه رو ما نداریم و باید ملت یه جوری تامین کنه. وقتی که اینو بگه اون میتونه یه سری تدابیر بذاره، میتونه بره سراغ پولدارا، میتونه بره سراغ آقای اسد عسکرولادی، بگه آقای از این 9 میلیارد فعلا واردات و قسطی شما برامو بیار. میتونه راههای مختلف پیدا کنند، ولی صرفا این که متخصصا این کافی نیست، این کافی نیست، فقط باید با ملت واقعیت ها رو بگم. ملت... در پسش یه اراده سیاسی هم باید وجود داشت. میدونه آقای خامنه ای نباید بیاد فردا گرفتار بکنه اینا رو، یعنی باید بیاد دستشون رو باز بذاره که اینا بتونن عمل بکنه. آقای خامنه‌ای من فکر نمی‌کنم که جرأت وتو کردن این خط رو داشته باشه. چون مملکت به اصلا پاشیده میشه. امکان نداره شما این مسیری که داره میره بتونید شما تغییرش بدید. این ایده جبریه که جلوی نظام قرار گرفته. خودشون هم میدونن. خواستن عقبش بندازن بالاخره. عقب خیلی هم کردن. بله. خیلی هم عقب انداختن. اون زمان خاطر میگه بله بله. تمام امکانات وجود داشت. بله. دیگه. علی برنامه پنجمیشون به قول معروف به لعنت حق نمیارزه. اصلا قابل عملی نیست اصلا. من یادم زمان خاتمی اون فضای مناسب داخلی و خارجی درست شده بود. دقیقاً. یعنی در داخل مردم همدل با حکومت بودن، در خارج هم فضای مناسب، امکانات، همه چی بود. و جلوشو گرفتن. بله، اون برنامه چهارمی که
تهیه شد در زمان آقای آقای خاتمی واقعا برنامه حساب شده بود. آقای حسین عظیمی که مسئول تهیه برنامه بود واقعا برنامه معنی واقعی کلمه برنامه بود، بودجهش مشخص بود، هدفمندی ها مشخص بود، همین یارانه ها رو تعیین شده بود که آقا سالی 20% از قیمت به قیمت ها افزایش بشه، در موقعش یارانه داده این تدریجی میره. اینطور یک باره بیان و همه چی رو به هم بریزند آخه این که بعدم شما یارانه میدونی، یعنی اولش نیست چه ارجمند به هر کی بدن، آدمی که میلیاردها پول داره بیاد یارانم بگیره. دقیقاً. بعد شما نمیدونین لیست چقدرش درسته. الان گرفتاری که دارن همین آقای نوبخت داشت میگفت گرفتاری همین 70 و چند میلیون انسان، معلوم کدومش درسته کدومش غلطه، کی حرف راست زده کی حرف غلط زده، هر کی رسیده یه چیزی پر کرده دادن، الان میخوان همین 3 دهه که بالا رو بزنن، نمیدونن کیا رو باید بزنن. یه طرف میگن 14 میلیون، یه طرف میگن 22 میلیون نفر. اینا به هر حال مملکت به هم ریخته است. بر جبین این کشتی نور رستگاری هست یا نیست آقای دکتر؟ خب ببینید، یه ملت ما ملت زنده، یه ملت کاری، یه ملت باهوشیه. اینطور نیست که آدم واقعا مایوس بشه. از حکومت مایوس شدیم ولی ملت که درود بر ملت بزرگواره بود. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دکتر فرح‌بخش عزیز همه شما رو تا فردا به پروردگار عاشق می سپارم.